چیه؟ دولت در سایه به گونه عمل میکنه بر اگر تا دیروز زاینیست بوده الان پس زاینیست و نئومارکسیست هستش، یعنی بر طبق روال منافع ملی و امنیت ملی اسرائیل هم بخواد عمل بکنه از طریقی داره عمل میکنه که در رهرو منافع گلوبالیستی هستش نه منافع ملی. اگر شما منافع گلوبالیسم رو در نظر بگیرید، گلوبالیسم حالا میتونه شرکت‌های فراجناحی باشه، فراملیتی باشه، شرکت‌های از فیسبوک گرفته، رسانه‌ای باشه، توییتر باشه که ایلان ماسک الان اومده خریده، که میان حرفای ما رو سانسور میکنن، میتونه خبرگزاری‌های شیخ نشین باشه که اصلا اجازه ابراز عقیده به جز 4 دقیقه به شما نمیدن، در این 4 دقیقه شما یا 3 دقیقه چی میتونید بیاد بگید، در این بینم 3 تا سوال در این بین میشه. یعنی بگونه این شرکت های گلوبالیستی فراملیتی قدرت رو در دست گرفتن که جایی برای ملیگرایی و ملت ها و نمیدونم مرز و بوم دیگه باقی نمونده. یعنی مرز و بوم رو نه فقط آمدن و باز کردن، مثل بایدن، مثل اریتره و سودانی که به اسرائیل 62 چپگرایان آوردن، بیمه های اجتماعی غیره در اختیارشون میذارن، خانمشون میدونن بعضی هم بکنن بدون پول دادن، بهداری براشون زدن و غیر و اینها. وقتی که شما میایید قانونی رو دو هیئت دولت و پارلمان اسرائیل تصویب میکنه که اسرائیل یک کشور یهودی و دموکراسی هست و ملیتش یهودیه، چی در تقابل قرار میگیره؟ تقابل با سیاست های گلوبالیست، چپگرایان، سوسیال دموکرات ها، نئومارکسیست ها قرار میگیره که از نظر جهانی فرامرزی، فراملیتی، در از ضد ملی هستن، ضد منافع ملی میان عمل میکنن. و از این رو هستش وقتی که دولت ائتلافی که میخواد رفرمی که در قوه قضاییه انجام بده که پناهگاهی برای چپها و عربهای و احزاب لابیهای اونها شده، در مقابل با فراقانونی هایی که از در طریق تفسیرهای بینهایت قوه قضاییه و دیوان عالیه به تبدیل به یک اولیگارشی شورای نگهبان قضایی شده که با یکایک دولت های دست راست و احزاب دست راستی سر جنگ داره و از طریق مشاوران حقوقی باشه میگیم یا آتیم میشپاتیم که در اختیار داشته و داره، بازرسی یکایک سیاست ها رو دارید. یعنی شما یه مینیستر دارید که میشه میگه امنیت ملی یا نمیدونم ستاد ارتش و غیره، اون مینیستر باید اجازه بگیره، دقت بکنید چی میگیم، از نظر سیاست گذاری و سیاست گذاری میخواد به پیش ببره، آیا اون مشاور حقوقی که دستوراتش رو از مشاور دادستانی کل میگیره که اونم چپگرا هستش و پروگرسیف هست و دیوان عالی اسرائیل، آیا میتونه این سیاست رو به پیش ببره یا نمیتونه به پیش ببره؟ یعنی اون دولتی که الان روی کار آمده از 1977 که دولت بگین باشه تا 45 سال نتونسته سیاست های خودش رو بیاد اعمال بکنه از نظر حکمرانی. یعنی دولت ها هستن که روی کار دارن میان ولی باید سیاست هایی رو دنبال بکنن، سیاست های گلوبالیستی هست، سیاست فراملیتی هست و سیاست های ملی اسرائیل و یهودی اسرائیل رو